چند تا مورد اینجا هستش برای آدیو شما که حتما ما تو این درس با هم میبینیم و این موارد ممکن تا حدی به اینا مربوط بشن و با هم در ارتباط باشن. اولین عنوانی که هستش توی فانکات X اینه که اگر شما کلیپی داشته باشید که صدا و تصویرش با هم سینک باشه اونا رو یکی نشون میده و همونطور که احتمالا تا الان شما دیدید اینجا صداهای شما همراه با تصویرتون توی یک کلیپ خواهند بود و با هم جابجا میشن. اگر خواستید صدای یک کلیپ رو حذف بکنید، به طور مثال اگر اینجا خواستید شما صدای این کلیپ از این کلیپ حذف بشه، میتونید بیایید توی این قسمت expand audio video رو بزنید، ببخشید مثلا میخوام detach audio رو بزنید و صدای این کلیپ ازش جدا میشه، حالا میشه این صدا رو دیلیت کرد. یا یه عنوان دیگه هم هست، اگر شما بخواید به طور مثال صدای این کلیپ روی کلیپ بعدی ادامه پیدا کنه و اصطلاحاً یه الکات به وجود بیاد، به طور مثال زمانی که ما داریم از این کلیپ وارد این یکی کلیپ میشیم، از اینجا میخوایم اینجا نمیخوایم کاتمون خیلی خشن و تند و تیز باشه، البته این دوتا همه فرقی همه مثلا بذارید فرقی میکنه، بذارید همین کلیپ ما میرم اینجا. ما همونطور که میدونید میتونیم از الکات و جیکات استفاده بکنیم برای نرم کردن کات هامون. خب اینجا من میتونم این کلیپ رو انتخاب بکنم، بیام توی مادیفای، ببخشید کلیپ، اکسپند آدیو ویدیو، حالا اینجا کانال آدیو رو و ویدیو رو اصلا جدا میکنم، میتونم ویدیو رو یه مقدار تریم کنم و الان این دوتا یه اوورلپی اینجا دارن. حالا برای اینکه این دوتا خیلی راحت و سریع بتونم فید بکنم آدیوهاشون رو توی هم، میتونم این هندل های کوچیکی که اینجا هست رو بگیرم و درگ کنم و آدیو فید به وجود بیارم. کار دیگه ای که اینجا میتونید شما انجام بدید دقیقا برعکس این کار clear audio video split. اگر من این رو بزنم میاد حالا این الکات یا جیکات شما رو حذف میکنه، به طور مثال برعکسش هم هست، من اگر بیام اینجا این یکی رو انتخاب بکنم و expand audio video، حالا همونطور که شما میبینید این یکی شبیه L، این یکی شبیه J انگلیسیه، من اگر این audio این یکی رو یکم ارائه بدم جلوتر که خیلی بهتر مشخص باشه، حالا اگر این کلیپ رو انتخاب بکنم بیام توی کلیپ clear audio video split، دیگه این جیکات رو حذف میکنه و جایی که خود این کلیپ نباشه دیگه صدایی هم ازش شنیده نخواهد شد. بعضی وقتا این ممکنه به دردتون بخوره، بعضی وقتا ممکن شما بگید که یه خورده حالا ممکنه این که شما دسترسی به صدا ندارید به صورت دقیق، ممکنه یه مقداری غیر حرفه‌ای باشه، این دیگه بسته به میل خود شماست که چقدر سریع می‌خواید کار بکنید یا تو چه حدی کیفیت صدا براتون اهمیت داره. اما اینجا اگر شما بیایید دیتچ آدیو رو بزنید که دیگه حالا صدا به یه صدای معمولی و عادی تبدیل میشه، این طرف باز شما یه سری امکانات دارید. مثلا یکیش اینه که صدای شما استریو باشه یا نه دوال مونو باشه یا ریورس استریو. یه عنوان دیگه هم که اینجا هست ولیوم و پن هست، شما اگر خواستید میتونید پن لفت و رایت انجام بدید و صدا رو از چپ ببرید به راست یا بالعکس و خب حجم صدا رو میتونید کم یا زیاد بکنید. قسمت آدیو انهانسمنت این آیکون کوچولو اکولایزر شماست و توی آدیو انالیسیس ما توی قسمت مادیفای و انالایز اند فیکس دیدیم که چه کارهایی میشه باشون انجام داد. اگر خواستید نویز بک‌گراند رو حذف بکنید، اگر خواستید صدای هام برق رو حذف بکنید یا اگر خواستید صداهای خیلی بلندی که یهو شنیده میشه توی حین کار رو کم بکنید یا درست بکنید، هم از اینجا میتونید این کارها رو انجام بدید.
در مورد آدیو من فکر کنم بحث خیلی زیاده دیگه. این یه نکته یه من خدمتتون بگم، اینو من تا یادم نرفته، یکی موردهایی که خودم رو خیلی به شدت اذیت کردش. خیلی از وقتها شما زمانی که صدا برداری که انجام میدید با یه دیوایسی، مثلا فرض کنید شما این دیوایس زوم H4N، این وسایل معمولا استریو صدا برداری میکنن، یعنی دو تا کانال صدا رو همزمان صدا برداری میکنن. شما میتونید بیاید اینجا تنظیماتش رو تغییر بدید یا حالا چیزای دیگه، ولی به طور مثال خود کسی که برام صدا برداری انجام میداد درست این کار رو انجام نداده بود و استریویی بود که یه کانالش خالی بود. یعنی شما توی مثلا گوش راست صداهای درست و تمیز داشتید، گوش چپ فقط یه صدای فس خیلی بدی بود چون عملا میکروفون بهش وصل نبوده. شما اینجا میتونید بزنید اینو روی دوال مونو و مثلا کانال دوم رو حذف بکنید. اگرم خود این صدا رو اینجا انتخاب بکنید، بیاید توی Expand Audio Video Components، اینجا حالا به شما نشون میده که خب این کانال دوم چی هست، میتونید شما دیلیتش بکنید و دیگه این صدا شما رو اذیت نمی کنه موقع شنیدن این در واقع کلیپ. این چیزی که الان ما دیدیم در مورد ویدیو هم هست. شما اگر باز این ویدیو رو انتخاب بکنید، بیا توی Expand Audio Video Components، اگر کانال صدای اینجا، اجازه بدید من یه بار دیگه برگردم، دوال مونو، اگر کانال صدای شما دوال مونو باشه، شما با این تکنیک هم میتونید باز بکنیدش. این دوتا تفاوتی که با هم دارن، اولی Expand Audio Video فقط کل صداها رو توی یک کانال نشون میده و توی ترک اصطلاح نشون میده، ولی اگر شما خودش رو انتخاب بکنید بیا اینجا Expand Audio Components، حالا دقیقا هر دوتا چنلی که این صدا داره رو به شما نشون میده. این برای مواردی که شما مثلا با دوربین رد فیلم برداری کردید و چندین کانال صدا توشون دارن خیلی میتونه کارآمد باشه و خیلی میتونه کمک به شما بکنه. من اگر خواستم میتونم الان بیام دیتچ آدیو رو بزنم و همونطور که شما اینجا میبینید باز برای من دو تا کانال صدای جدا درست میکنه که من میتونم هر کم خواستم اینجا بیام کی فریم بزنم، کم و زیاد بکنم و حالا کارهای دیگه که خواستم روشون انجام بدم. اگرم خواستید این کلیپ رو به حالت قبلش برگردونید، زمانی که انتخاب شده شما میایید توی مادی توی کلیپ کلاپس آدیو کامپوننت که به همین شکل برمیگرده. در مورد تصویرات به همین شکل هست. اگر شما بیاید اینجا توی کلیپ Expand Audio Video یا برعکس Collapse Audio Video،